مارتیک گوگوش رو رسوا کرد. دوستان عزیز به کانال نیوز تیوی خوش اومدید. لطفاً قبل از هر چیز روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و لطفاً اون زنگوله کناریش رو فشار بدید و لایک و کامنت رو فراموش نکنید. یک وایس لو رفته ای از آقای مارتیک، دوست و همکار قدیمی گوگوش، منتشر شده که در این وایس آقای مارتیک دست به افشاگری در مورد خانم گوگوش زده و مارتیک در مورد گوگوش گفته گوگوش درست خواننده مشهوریه اما سواد این کار رو نداره. به هم گفته بود بیا بریم تور اروپا برگزار بکنیم. من چرا باید به خاطر چندر قاز برم دور اروپا از کار و زندگیم بیفتم؟ بعد با کی؟ با گوگوش؟ گوگوشی که واقعا از موسیقی هیچی نمیدونه و آبروی هرچی خواننده است برده. آخه یکی نیست تو کنسرت های گوگوش از همونایی که میرن کنسرت گوگوش به گوگوش بگه بابا گوگوش از اون بالا بیا پایین و کمتر زرزر کن. گوگوش واقعا هیچی حالیش نیست، نه نوت میدونه، نه موسیقی میدونه، نه هیچ چیز دیگه. فقط چون از صداش خوشش اومده مردمم براش بهبه و چهچه میکنن. بهتره یه خواننده مشهوری مثل گوگوش سواد موسیقی رو داشته باشه، نه اینکه ادای خواننده ها رو در بیاره. گوگوش در شأن من نیست، اون یه زن پتیار است و واقعا من ازش خوشم نمیاد. فقط دوست داره به همه زور بگه، دوست داره به منافع خودش همه چیز باشه. براش پول خیلی مهمه، دوست داره از دیگران بیگاری بکشه. خب من باید میرفتم تور اروپا به خاطر گوگوش، به خاطر اینکه بهم یه چندر قاز پول بده و آبرو حیثیت خودم رو ببرم. من نمیدونم این سیاوش قمیشی چه سنمی با این گوگوش داره که جدیدن گوگوش و سیاوش خیلی با هم قاطی شدن. بالاخره از گوگوش اینطور چیزا بعید نیست دیگه، گوگوش به همه خوب پا میده، حالا هم که با جوون مونا میپره. مارتیک در ادامه صحبت هاش گفت واقعا متاسفم که گوگوش باید الگو و اسطوره موسیقی کشورمون بشه و وای به حال اون مردمی که در واقع اسطورهشون گوگوش پابد است. دوستان عزیز این هم قسمتی از افشاگری های مارتیک در خصوص گوگوش بود. اما آقای محمود قربانی بلافاصله بعد از این وایس آقای مارتیک واکنش تند و جنجالی به حرفای مارتیک نشون داد و گفت مارتیک هیچکی ندونه من میدونم که گوگوش به تو چه خوبیایی کرده. گوگوش بود که تو رو از نوازندگی آورد و مرحله خواننده بودن رسوند. متاسفم که نون و نمک میخوری و نمکتون میشکنی. گوگوش بود که تو رو با خودش برد پاریس. گوگوش بود که برای تو معافیت سربازی تو گرفت. حالا تو میای به گوگوش حد که حرمت میکنی، با آبروی گوگوش بازی میکنی و به گوگوش میگی پتیاره. واقعا برات متاسفم. فکر کردی کی هستی چی هستی؟ اگه گوگوش نبود حالا معلوم نبود کجای دنیا حیرون و ویرون بودی. اما واکنش فرزند خانم گوگوش کامبیز قربانی هم به حرفا و فحاشی و توهین مارتیک حسابی جنجالی شد. کامبیز قربانی هم در این خصوص واکنش تندی نشون داد و گفت آقای مارتیک بهتر دهن منو باز نکنی و راجع به مادر من بیشتر از این بی احترامی نکنی و درست صحبت بکنی، چون من رو مادرم خیلی حساسم. بهتر خودتو در واقع همپای مادرم ندونی. تو کوچیکتر از اونی هستی که بخوای با مادرم همکاری بکنی و خب مادرم بوده که در تمام این سالها تو رو به مردم معرفی کرده، تو رو به عرصه خوانندگی آورده. من با این بچگی میادم میاد که توی کاباره میامی مادرم چقدر هوا تو داشت. حالا میایی راجب مادر من بد و بیرا میگی؟ بهتر دیگه از این کارا نکنی. اما واکنش جنجالی گوگوش به فحاشی مارتیک به خودش فقط آنفالو کردن پیج مارتیک بود و خب کاملا طبیعیه که گوگوش دوست نداشته باشه روابط خصوصیش با مارتیک در فضای عمومی منتشر بشه و خب دوست نداشته که مارتیک حقایق رو در فضای مجازی مطرح بکنه و گوگوش فقط با آنفالو کردن مارتیک در واقع مشت محکمی کوبید تو دهن مارتیک. ولی تا دلتون بخواد مارتیک حسابی گوگوش رو سوزوند. اما خانم گوگوش فقط منتقدش مارتیک نبوده، بلکه خانم گوگوش منتقدهای بسیار زیادی هم بعد از مصاحبهش با هما سرشار داشته، از جمله خود آقای محمود قربانی.
آقای محمود قربانی که بعد از فحاشی مارتیک حسابی و جانانه از گوگوش در واقع طرفداری کرد، حالا بعد از اینکه خانم گوگوش با آبرو و حیثیت محمود قربانی در مصاحبه جدیدش بازی کرد، آقای محمود قربانی گفت گوگوش یکی از زنای خوب پا بده به جووناست و خب الانم با رها میپره و شوهرش شده رها اعتمادی. گوگوش یه زن بی شخصیته، هیچی حالیش نیست، نه محبت حالیشه، نه احساس حالیشه، نه خدمت و دوستی و رفاقت، هیچی حالیش نیست، فقط براش عشق جدیدش رها اعتمادی مهمه، فقط میخواد از جیب این و اون بزن و جمع کنه بده به این رهای بی پدر و مادر. همچنین پولاد کیمیایی هم بعد از مصاحبه جنجالی گوگوش با هما سرشار دست به افشاگری های جدید و جنجالی راجع به گوگوش زد و گفت واقعا گوگوش هیچی از موسیقی نمیدونه و متاسفم برای مردمی که گوگوش رو اسطوره خودشون میدونن. اگه بدونن گوگوش واقعا چه شخصیت کاذبی داره، اگه بدونن که گوگوش چقدر زن بدکاریه، واقعا دیگه آرشون میاد که حتی آهنگاشو گوش بکنن. پولاد کیمیایی گفت گوگوش نماد یک زن جلف و شوهر دزد و زندگی نابود کنه. چه بلاهایی که سر مادرم نیاورد. مادر من موسیقی دان بود، سواد این کارو داشت، با آدمهای بزرگی دوست بود و رفاقت میکرد، ولی گوگوش چی؟ نه نوت بلده، نه سواد موسیقی داره، نه هیچ چیز دیگه، فقط چون صدای خوبی داره میره اون بالا میخونه و خب همه هم براش بهبه و چهچه میکنن. خانم شراره دولت آبادی هم روز گذشته حرفای پولاد کیمیایی رو تایید کرد و گفت همسر من منیجر و آهنگساز گوگوش بود و خب گوگوش در واقع به همسر من هم میخواست خیانت بکنه و میخواست همسرم آندره رو با خودش به تور اروپا ببره و هیچ پولی بهش نده. نقشه گوگوش برای دوستا و همکاراش اینه که از اونها سوء استفاده های مالی بکنه و هیچ پولی بهشون نده و تا میتونه در واقع همه این پولا رو متعلق به خودش بکنه. گوگوش واقعا یک زن بی شخصیت و دروغگویی بیش نیست. دوستان عزیز، هم مارتیک، هم محمود قربانی، هم پولاد کیمیایی، هم همسر آهنگساز گوش که یکی از بازیگران مشهور سینما و تلویزیون کشورمونه، خانم شراره دولت آبادی، دروغ‌های گوگوش رو فاش کردند. همچنین در واقع فساد اخلاقی گوگوش رو فاش کردن و خانم گوگوش متهم شده به یک زن شوهر دوست که خب ظاهراً هیچ دوست و نزدیکی دیگه دوست نداره با گوگوش رفت آمد داشته باشه، چون میترسه که شوهرش رو ازش بدزده. دوستان عزیز، نظر شما چیه؟ به نظر شما خانم گوگوش واقعا انقدر بی‌شخصیته؟ آیا شما عزیزان از نزدیک با خانم گوگوش معاشرتی داشتید؟ اگر واقعا از نزدیک با خانم گوگوش ملاقاتی داشتید یا در واقع از نزدیکانتون راجع به ایشون و برخورد ایشون شنیدید، لطفا نظراتتون رو در قسمت کامنت ها برامون بنویسید و لطفا لینک این ویدیو رو در فیسبوک و توییتر در گروه های ایرانیان مقیم کشورهای انگلیس و کانادا و استرالیا و شهرهای مختلفشون لطفا شیر کنید و در قسمت سرچ یوتیوب لطفا نام کانال نیوز تیوی رو سرچ کنید و وارد کانالمون بشید و ویدیوها رو ببینید و لایک کنید و کامنت بذارید و در نهایت روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و اون زنگوله کناریش رو فشار بدید و لطفا روی آل هم کلیک کنید تا به محض اینکه ویدیوی جدیدی از اخبار و حواشی جدید هنرمندان برای شما عزیزان تهیه کردیم، شما جزو اولین نفرهایی باشید که ویدیوهای ما رو می‌بینید. تشکر که با ما همراه بودید. منتظر ویدیوهای جدید و بعدی ما از کانال نیوز تیوی باشید.